خب سلام 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 دوستان عزیز، من یاسر رحمتی هستم و خوش آمدید به بخش دوم از کارگاه عملی پیکربندی شبکه دیتای کشور. اگر از ویدیو قبلی به خاطر داشته باشین، ما در اون قسمت در مورد پیکربندی کاستومر های توپولوژی و سناریوی خودمون و همچنین پرایوت سکتور، یعنی بخش خصوصی که شامل MNO ها می شدن، شرکت های سب ساتلان اکسس پرووایدر ها می شدن، بحث FCP ها یا فیکس کامیونیکیشن پرووایدر ها مثل شاتل، پارس آنلاین و های ویب، آسیاتک، بنا و امثال هم بودن و در نهایت TCI صحبت کردیم و دو تایپ سرویس رو، دو نوع سرویس رو از جمع سرویس های متعارف شبکه کشور، یعنی یکی بحث ارتباطات P2MP یعنی پوینت تو مالتی پوینت و سرویس های DSL رو هم با هم پیکربندی، مرور و پیاده سازی کردیم. قراره در این قسمت بپردازیم به لایه حاکمیتی شبکه دیتای کشور و اون هم مربوط به پلیری میشه، بازیگری میشه در این اکوسیستم که اون شرکت ارتباطات زیرساخت Telecommunication Infrastructure Company یا ابریویشنش TIC هست. خیلی سریع مباحثی که در ویدیو قبلی با هم دیگه مرور کردیم رو دوباره اینجا بهش یک فلش بک میزنیم. ما یک اریا سر یا اریا بکبون داشتیم. چرا؟ چون داریم در مورد بیس پلتفرم تجهیزات سیسکو صحبت میکنیم که روشون روتین پروتکل OSPF ران هست، اوکی، و گفتیم استان ها با هم اقماری میشن و بسته به اسکیل اون استان یک یا چند مرکز PC در اون استان ها ایجاد میشه. در واقع مرکز PC رو من در این سناریو در قالب این باکس با بوردر مشکی رنگ به شما نشون دادم، از دو تا تجهیز MLS تشکیل شده، از دو تا سویچه لایه 3 مالتی لایر سویچ تشکیل شده که خب در این ویدیو میخواییم پیکربندیش رو انجام بدیم. یکی از این سویچ ها رو با هاست نیم MLS کور لحاظ کردم و یکی از اونها رو هم در قالب MLS دیستریبیوشن. خب در ادامه خواهیم دید که من میخوام این سویچ کورم رو به عنوان VTP سرور تعریف بکنم و این رو هم به صورت VTP کلاینت و ویلن ها رو روی این تعریف بکنم، این اینترفیس هم رو ترانک بکنم و طبیعتاً یک سری اینترفیس ویلن رو تعریف بکنم بر روی سویچ کورم تا بتونم ارتباطاتم رو با چی؟ با در واقع پرایوت سکتور ها، با پرووایدر های لایه اکسس خودم از طریق این برقرار بکنم. بعد از مرکز PC اگر خاطرتون باشه گفتیم که ترافیک مراکز PC اگریگیت میشن در داخل ایریاشون و میرسن به یک یا، دقت بکنید، به یک یا چند تا مرکز SC. چیزی که من در اینجا به شما نشون دادم و برای شما دارم هایلایت میکنم، در واقع این روتر، این روتر و این روتر دارن ریپرزنت میکنن مرکز SC ما را، مرکز سویچینگ سنتر رو. از لحاظ روتین پروتکل OSPF در واقع رول این روترها ABR هست، ایریا بوردر روتر هست. یعنی چی؟ یعنی اینکه این روترها در واقع مالتی ایریا هستند، دارن به عنوان یک جوینت پوینت، به عنوان یک نقطه اتصال ایریاهای مختلف رو به هم متصل میکنن. به بیان دقیق تر مراکز SC من حداقل یک اینترفیسشون در ایریای صفر هست و خب همونطوری که میبینید این اینترفیسشون هم مثلا برای این روتر در ایریای یک و برای این مرکز SC این اینترفیسش در ایریای چی؟ ایریای دو قرار داره. بسیار عالی. و در نهایت ترافیک مراکز SC اگریگیت میشه و فوروارد میشه به سمت المان ها و مراکزی که من اونها رو با هاست نیم RC1 و RC2 سنتر های 1 و 2 نشون دادم و بعد از اون این ترافیک روت میشه به سمت بین الملل. دقت بکنید روتر های C1 و C2 من هم IR هستن، دقت بکنید، هم IR هستن هم BR. چی بود IR و BR؟ IR روتر هایی بودن که تمام اینترفیس های اون در یک ایریا باشه.
درست هم هست. اگر دقت بکنید روتر سیبان من تمام این سه تا اینترفیسش در ایریای بکبون من در ایریای صفر قرار داره. به همین شکل ما میتونیم این ترمینولوژی رو اساین بکنیم برای RC2 من. از طرف دیگه این دوتا روتر بی آر هم هستن. چرا؟ روترهای بی آر یا بکبون روترها روترهایی بودند که حداقل یک اینترفیسشون در ایریای صفر باشه. خب همونطوری که میبینیم این روتر هر دوتا اینترفیسش در ایریای صفر هست، این روتر هر سه تا اینترفیسش در ایریای صفر هست، به انضمام اینکه این سه تا روتر که در واقع مراکز SC من رو هم دارن ریپرزنت میکنن، یک اینترفیسشون همونطوری که دارم نشون میدم در ایریای صفر هست و بنابراین مراکز SC من هم در واقع BR هستن. خب اجازه بدید سیو تایم بکنیم مستقیم به سراغ مرکز PC خودم برم و شروع بکنم به کانفیگش. خب روی این MLS کلیک میکنم، enable رو میزنم، config رو میزنم. قرار بود که چی؟ من این رو به عنوان BTP مود سرور لحاظ بکنم. اوکی، از طرفی دومینش باید به صورت PC-CT-D باشه، بنابراین میزنم BTP دومین. مرکز PC من هست که در CT-D قرار داره. اوکی، و VTP پسوردم رو هم میذارم چی؟ به عنوان مثال همون چیزی که اینجا نوشتم، 1 2 3. اوکی، این موقع سکرول داون بکنم. باید دو تا ویلن 10 و 11 رو تعریف بکنم. ویلن 10 نیمش رو میذارم ISP1 در شهر دی اگزیت، و میگم ویلن 11 نیمش رو هم میذارم ISP2 در شهر دی اگزیت رو میزنم. به سراغ اینترفیس فست 01 میرم، اینترفیس فست 01 سویچ بورد ترانک انکپسولیشن دات وان کیو. اوکی، سویچ بورد مود ترانک، اینم اوکی. خب در ادامه میخوام دو تا اینترفیس ویلن 10 و 11 رو ایجاد بکنم که بتونم اینتر ویلن روتینگ رو روش پیاده سازی بکنم. خیلی خب، اگزیت رو میزنم، اینترفیس ویلن 10 IP add 217.218.150.10 با سابلت مسکه 255.255.255.248. اوکی، اگزیت. به سراغ اینترفیس ویلن 11 میرم، IP add میکنم 217.218.152.255.255.255.248 و اوکی. در نهایت اگر شو ویلن رو بگیرم خواهید دید که ما دو تا ویلن 10 و 11 رو با این آیدی ها و نیمینگ ها لحاظ کردیم، ایجاد کردیم. شو اینترفیس ترانک رو هم اگر بگیرم بایستی اینترفیس پس 01 رو با این کپسولیشن دات وان کیو ترانک کرده باشه، یعنی این اینترفیس رو. بسیار عالی. خب به سراغ سویچ دیستریبیوشن هم، به سراغ MLS دیستریبیوشن هم میرم، enable رو تایپ میکنم، show VLAN رو تایپ بکنم، ببینم که خبری از VLAN های 10 و 11 من نیست. چرا؟ به خاطر اینکه من هنوز VLAN tracking protocol رو روش set نکردم. config رو تایپ میکنم، config رو تایپ میکنم، VTP مود رو در قالب کلاینت میذارم، VTP دومینم رو میذارم PC-CT-D، مرکز PC من هست در شهر CT-D. اوکی، و پسوردش رو هم میذارم چی؟ VTP پسوردش رو هم میذارم 1 2 3. خب قدم بعدی این هست که اینترفیس فست 01 رو در حالت ترانک قرار بدم. اینترفیس فست 01 رو سویچ بورد
trunk encapsulation .1Q و سویچبورد مود trunk. در قدم بعدی بایستی اینترفیس فصل 3 رو در ویلن 11 ساین بکنم. exit interface فصل 3 رو سویچ بورد مود اکسس و سویچ بورد اکسس هم بده به چی؟ به ویلن 11. بسیار عالی. و همچنین اینترفیس فصل 0 رو هم بذارم توی ویلن 10. اینترفیس فست سف دو سویچ بورد مود اکسس و سویچ بورد اکسس هم بده به چی؟ به ویلن ده. اوکی، حالا اگر رایت مم بگیرم و بنویسم شو ویلن، باید ویلن های 10 و 11 ایجاد شده باشه که بله، و از طرفی میبینم که اینترفیس های فست سف دو و فست سف سن عملا اساین شده به appropriate ویلنش، به ویلن مربوط به خودش. اما ما یک بخشی جا موند. کدوم بخش؟ اون بخشی که مربوط به ارتباط مرکز PC من، یا بهتر بگم MLS کور من، به مراکز SC بالا دستیش هست. خب ببینید، سویچ ها همونطور که شما میدونید تجهیزاتی هستن لایه 2، یعنی در لایه دوم از مدل OSI. کدوم لایه؟ لایه دیتا لینک دارن اپریشن میکنن. بیسشون بر اساس چی؟ به نوعی فیزیکال ادرس هست، همون مک آدرس خودمون. اما دسته ای از سویچ ها وجود داشتن، اگر خاطرتون باشه در ویدیو قبلی هم بهش اشاره کردم، که ما بهش میگیم چی؟ MLS مالتی لایر سویچ، سویچ های لایه 3. سویچ های لایه 3 بای دیفالت روی لایه 2 اپریشن میکنن، و برای اینکه من این رو سواب بکنم روی لایه 3، بایستی از یک دستور خاصی استفاده بکنم. یه نکته، و نکته دوم، روی سویچ های لایه 3 شما نمیتونید همینطوری IP set بکنید. چرا؟ نگاه بکنیم. کانفتی رو بزنم. میخوام روی اینترفیس گیگ 01 از سویچ خودم این IP رو set بکنم. اینترفیس گیگ 01 مثلا IP عده 217.218.150 21 255 255 255 252. به محض اینکه اینتر رو بزنم میگه یک اینوالید کامنده. چرا؟ چون بیسش، بیس اپریشنش تو لایه آفرین، تو لایه دوم هست. من بایستی حتما دستور نو سویچ پورت رو بزنم که سواب بکنه تو لایه 3. حالا اگر این IP رو ست بکنم و این دستور رو تایپ پوینتر بکنم، این IP ست میشه و نو شات رو هم که بزنم این اینترفیس آپن رانی میشه. اما چون پیر مقابلش، یعنی اینترفیس گیگ 90 از روتر CTA هنوز دیزیبل هست، این پورت آپن رانی نشده. اگزیت رو میزنم، به سراغ اینترفیس گیگ 02 میرم. گیگ 02 اول نو سویچ پورت رو میزنم و IP اد می کنم به 217.215.255.255.255/252. اینترفیس رو هم همینجا نو شاتش می کنم. بسیار خوب. از طرف دیگه بایستی این سویش کار روتینگ رو هم برای من انجام بده. پس کامند IP روتینگ رو می نویسم و اینتر می زنم. استپ بعدی این هست که روی MLS کور خودم بایستی روتین پروتکل OSPF رو ران بکنم. خب بسم الله، روتر OSPF 1، نتورک هام رو بهش معرفی میکنم. یکی مربوط به این نتورک میشه 217.218.150.21.22، این میشه 20.255. البته بایستی اگر علامت سوال بذارم میبینید که میگه وایلد ایدی خود رو بذار، پس میشه 0.0.0، چون /C هست میشه سابلت ماسکش میشه .252، وایلدش میشه 3. و از طرفی این NID تو کدوم ایریا قرار داره؟ تو کدوم ایریا قرار داره؟ تو ایریای 1 هم، بنابراین می نویسم ایریای 1. احسن، نتورک
این رو 217 218 150 17 این بر هست 18 این هست اسلش سی هست، بنابراین میشه 16 16 با وایلد 3 هم توی ایریای 1 قرار داره. بسیار عالی. و از طرف دیگه دو تا این آیدی دیگه هم دارم، یکی اونی که داره ریپرزنت میکنه این شبکه رو و این آی پی رو، و اون این آیدی که مربوط به این آی پی باشه. بنابراین می نویسم نتورک 217 218 150، من 10 رو روی این اینترفیس ویلن گذاشتم و 9 هم اینجا، پس میشه 8 اسلش 29 هست، پس میشه 0 0 0 7 روی ایریای 1 و نتورک 217 218 150 0 با وایلد 0 7 7 توی ایریای 1 قرار داره. کنترل زد رایت مم و تمام. قدم بعدی این هست که من بیام این سمت، این مرکز پی سی رو هم تعیین تکلیف بکنم که در واقع از یک سویچ MLS با نام MLS CTE Core تشکیل شده و یک MLS Distribution. خب مشابه اون قسمت روی این سویچ هم کلیک میکنم، به سربرگ CLI میرم، Enable رو تایپ میکنم، Confetti رو میزنم، میگم که VTP مودش رو بذار سرور، VTP دومینش رو بذار مرکز پی سی من هست که در سی تی ای قرار داره، و VTP پسش رو هم بذار 1 2 3. اوکی، میخوام ویلن 20 رو تعریف بکنم، نامش رو هم بذارم ISP2 که در شهر ای قرار داره. اوکی اگزیت. اینترفیس ویلن 20 رو هم تعریف میکنم، نو شات رو میزنم و آی پی اد میکنم 217 218 همون چیزی که اینجا برای شما در نظر گرفتم 161 255 255 255 و استش 29 میشه چی 248. اوکی، و در نهایت باید اینترفیس فست 01ش رو هم به صورت ترانک در بیارم، پس میگم اینترفیس فست 01 رو هم سویچ پورت بکن، ترانک انکپسولیشنش .1Q اوکی و سویچ پورت مود ترانک. بسیار خوب، به سراغ MLS دیستریبیوشن هم میرم، انیبل رو تایپ میکنم، کانفتی رو میزنم، VTP مودم رو میذارم کلاینت، VTP دومینم رو میذارم PC در CTE و VTP پس هم رو هم میذارم چی 1 2 3. اوکی، قدم بعدی این هست که اینترفیس فست 1 فست 0 1 از MLS دیستریبیوشن هم رو ترانک بکنم، اینترفیس فست 0 1 رو سویچ پورت ترانک انکپسولیشنش .1Q اوکی سویچ پورت مود ترانک اگزیت، و از طرف اینترفیس فست 0 2 رو هم همونطوری که اینجا نشون دادم بذارم توی ویلن 20، اینترفیس فست 02 رو هم سویچ پورت مود اکسس و سویچ پورت اکسس بده به ویلن 20. کنترل زد میگیرم، رایت مم رو میزنم و یک شو ویلن میگیرم تا کانفیگ خودم رو چک بکنم همونطور که انتظار داریم، بایستی ویلن 20 ادورتایز شده باشه از MLS کورم به سمت این. اوکی که این اتفاق افتاده، و از طرفی به صورت منوالی من اینترفیس بس 0.2 از این سویچ رو هم گذاشتم به گذاشتم داخل این ویلن آی. بسیار عالی، دوباره به سراغ سویچ کورم خواهم رفت، اگزیت رو میزنم، بایستی اینترفیس گیگ 0.1ش رو این آی پی روش ست بکنم، اینترفیس گیگ 0.1 اول نو سویچ پورت میزنم که سواب بشه به عنوان یک دیوایس لایه 3 که بتونم روی اینترفیسش آی پی ست بکنم، آی پی اد بکن 217 218 160 و
Dah, Dewi Sepan Copan, Dewi Sepan Copan, Dewi Sepan Copan, Dewi Sepan Jodoh. خب و در ادامه دستور نوشات رو هم میزنم که این اینترفیس من آپ اند رانینگ بشه. اوکی، اگزییت رو میزنم و در استپ نهایی میخوام روتین پروتکل او اس پی اف رو روش ران بکنم. بنابراین میزنم روتر او اس پی اف با پروسس آی دی 1. خب ارور داد. چرا؟ به خاطر اینکه من کامند آی پی روتینگ رو نزدم. به محض اینکه این رو تایپ بکنم و بنویسم روتر او اس پی اف 1، عملا این فیچر برای من enable خواهد شد. نتورک NID مربوط به این ارتباط P2P رو در واقع خواهم نوشت. 217 218 168 موبایل سلاش C هست، بنابراین میشه 3. روی کدوم ایریا قرار داره؟ احسن، روی ایریای 2 قرار داره و نتورک مربوط به این اینترفیس ویلن 217 218 160 0 هم با وایلد هم روی ایریای 2 قرار داره. خب من رایت مم رو میزنم و کانفیگم رو روی حافظه این میرم MLS کور خودم ذخیره میکنم. خب در قدم بعدی، حالا که کارمون در مراکز PC تموم شد، به سراغ این سه تا روته که در واقع ریپرزنت میکنن مراکز SC خودمون رو، به سراغ اینها خواهیم رفت و شروع بکنیم به کانفیگ اونها یکی پس از دیگه. روی این روتر کلیک میکنم، به سربرگ CLI میرم، enable رو تایپ میکنم، کانفیگ رو میزنم، میخوام روی اینترفیس گیگ 90ش گیگ 90ش آی پی اد بکنم. چی رو؟ 217 218 150 22 با وایل با سابنت ماسک 255 255 255 چون اسلایسی میشه 252 و این اینترفیس هم رو هم نو شات میکنم. به سراغ اینترفیس گیگ 10ش میرم، گیگ 10 آی پی اد میکنم 217 218 170 10 255 255 255 252 و این اینترفیس رو هم نو شات میکنم و در نهایت روتر او اس پی اف با پروسس آی دی 1 و نتورک هاش رو میام بهش اساین میکنم. نتورک اول مربوط به این ارتباط پوینت تو پوینت با مرکز پی سی خوب پایین دستش میشه نتورک 217 218 150 20 با وایلد، چون اینجا سابنتش اسلش سی هست، میشه با وایلد دات سه روی ایریای 1 قرار داره. اوکی، اما نکته بعدی اینجاست که نتورک 217 218 170 یعنی NID اون شبکه که داره این ارتباط پی تو پی رو با سنتر یک من ریپرزنت میکنه، خب اینجا دات 9 هست، اینجا دات 10 هست، بنابراین میشه چی؟ دات 8 و وایلدش هم چون سابنت ماسکش اسلش سی هست میشه دات 3 روی ایریای کدوم ایریا؟ بله دیگه، این اینترفیس روی ایریای 3 قرار داره، بنابراین میسم ایریای 3. اوکی، کنترل Z، رایت می و تمام. اوکی. به سراغ این روتر میرم، به سربرگ CLI enable رو تایپ میکنم، config T میگم اینترفیس گیگ 90 آی پی اد 217 218 150 18 سابنت ماسک 255 255 255 اسلش سی هست، بله، بنابراین میشه 252. این اینترفیس رو نو شات میکنم، اگزیت. به سراغ اینترفیس گیگ 10 یعنی این اینترفیس میرم گیگ 10 میگم آی پی اد بکن 217 218 170 14 255 255 255 252 هم سابنت ماسکش هست و میگم این اینترفیس رو هم نو شات میکنم، اگزیت رو میزنم، به سراغ کامند روتر او اس پی اف 1 میرم، نتورک هاش رو بهش تعریف میکنم، میگم نتورک 217 218 150
خب اینجا 17 هست، اینجا 18 هست، بنابراین این ارتباط پوینت تو پوینت بین این SC با PC پایین دستش میشه 16 0 0 0 3 روی ایریای 1 و نتورک 217 218 170. اینجا 14 هست، اینجا 13 هست، بنابراین میشه 12 با وایلد 03 هم روی چی؟ روی ایریای بکبول من هست، بنابراین میشه ایریای 3 و کنترل زد و رایت مپ. بسیار خب، من این مرکز SC رو هم تعیین تکلیف کردم و به سراغ این مرکز خواهم رفت. مرکز SC این سمت به سربرگ CLI میرم، انیبل رو تایپ میکنم، کانفیتی رو میزنم، میگم اینترفیس گیگ 9.0ش، گیگ 9.0ش رو آی پی اد بکن 217 218 169 255 255 255 252 اینترفیس رو نشات بکن. به سراغ اینترفیس گیگ 9.0ش برو، گیگ 0.0ش برو، آی پی اد کن 217 218 176. سابنت ماسکش اسلش سی هست، بنابراین میشه 255 255 255 252. اینترفیس رو هم نو شات میکنم و بحث کانفیگوریشن اینترفیس ها از لحاظ اینکه آی پی روشون ست شده باشه انجام شد. به سراغ روتر او اس پی اف یک خواهم رفت، اوکی، و میزنم نتورک. خب اینجا 10 هست، اینجا 9 هست، میگم 217 218 160 8 رو با وایلد، چون سابنت ماسکش اسلش سی هست وایلدش میشه دات 3، روی ایریای 2 دارم، اوکی، و نتورک. این قسمت چی میشه؟ اینجا دات 5، اینجا دات 6 میشه دات 4، 217 218 170 4 با وایلد دات 3 هم روی ایریای 0 هست. کنترل زد رو میگیرم و رایت مم رو میزنم. بسیار خوب، تا الان چیکار کردم؟ من سطح کاستومرم رو در ویدیو قبلی کانفیگ کردم، سطح پرایوت سکتور من که در اختیار MNO ها بود، موبایل نتورک اپراتور ها بود، در اختیار این قسمت، این چیزی که اینجا دارم برای شما نشون میدم، این دو تا روتر و این روتر، اینها در واقع میتونه یه MNO باشه، موبایل نتورک اپراتور، مثل ایرانسل، مثل همراه اول، مثل رایتر، میتونه FCP باشه، فیکس کامیونیکیشن پرووایدر ها مثل شاتل، پارس آنلاین، هایبر، وناب، آسیاتک و امثال هم، میتونه TCI باشه، تلکامیونیکیشن کمپانی های ایران، شرکت مخابرات ایران باشه و حتی میتونه چی باشه، شرکت های سب باشه، ساتلایت اکسس پرووایدر ها، مثل چی؟ مثل شرکت آریام معاوره. خب توی این ویدیو تا الان هم چیکار کردم؟ من اومدم این مرکز PC خودم رو که در واقع شامل دو تا MLS کور و دیستریبیوشن بود در این سمت و این مرکز PC رو هم کانفیگ کردم، پیکر بندی کردم، اینترفیس ها رو، بحث VTP رو، بحث ویلند بندی رو، بحث اساین اینترفیس ها به ویلند روش ران کردم و پیاده سازی کردم، اینتر ویلن روتینگ رو پیاده سازی کردم و از طرف روتین پروتکل OSPF رو هم روش ران کردم. بعد از اون به سراغ مراکز SC خودم رفتم، یعنی این روتر، این روتر و این روتر، اینترفیس ها رو روشون IP ست کردم و از طرف روتین پروتکل OSPF رو هم روش ران کردم. دقت بکنید، باز هم برای چندمین بار دارم تکرار میکنم که این سه تا روتر یا این سه تا مرکز من ABR هستن، Area Border Router هستن، یک جانکشن هستن بین دو تا ایریا که یکی از اونها ایریای صفر یا ایریای بکبون من بود و یه ایریا هم خب ایریای اپروپریتش، مثلا برای این دو تا میشه ایریای یک و ایریای صفر و برای این مرکز SC میشه ایریای دو و ایریای بکبون. خب در نهایت ترافیک باید به سمت سنترهای یک و دو من فوروارد بشن و خب بریم سراغ پیکر بندی
این دوتا سنتر خودم. روی سنتر دو کلیک میکنم، به سربرگ سی ال آی میرم، انیبل رو تایپ میکنم، کانفتی رو میزنم، میگم اینترفیس گیگ 0.0 رو آی پی اد کن 217.218.170.13.255.255.255. چون اسلش سی هست میشه 252، این اینترفیس رو هم میگم نشاتش بکن. اگزیت رو میزنم، به سراغ این اینترفیس خواهم رفت، اینترفیس گیگ 1.0 رو آی پی اد کن 217.218.170.255.255.255.252 و این اینترفیس رو هم میخواهم نشات بکنیم. اگزیت، به سراغ روتر OSPF 1 میرم، میخوام روی این هم روتین پروتکل OSPF رو رام بکنم، میگم نت اول باید ریپرزنت بکنه این شبکه‌ای رو که مربوط به ارتباط پوینت تو پوینت بین این مرکز که در واقع سنتر دو من هست با مرکز SD CTB، اوکی میشه نتورک 217.218.170. خب 13 این ور هست، 14 این ور هست، بنابراین میشه 12 و چون سابنت ماسکش اسلایس سی هست وایدش میشه چی؟ 3. و چون این هم IR هست و هم DR، هر دو تا اینترفیسش توی ایریای 0 قرار داره، بنابراین میمیسم ایریا 0 اوکی و میگم نتورک اینجا 1 هست 2 هست، میشه 217.218.170.0 با وایل داد 3 هم روی ایریای 0، کنترل زد رایت مم و تمام. کانفیگ این روتر هم تمام شد. چرا اینترفیس دان هست؟ ببین من اینترفیس رو که نکشات زدم، داستان این هست که چون پیر مقابلش یعنی اینترفیس گیگ 2.0 از این روتر، روتر RC 1 من همچنان ادمنستریتیو شات دان هست، بنابراین این لینک طبیعتا استاتوسش دان هست. به سراغ این روتر خواهم رفت، در قدم فاینال من دو سربرگ CLI رو خواهم زد، انیبل رو میزنم، کانفتی میگم اینترفیس گیگ 0.0 آی پی اد کن 217.218.179 با سابنت ماسک 255.255.255.252 اینترفیس رو نمشات بکن. اوکی، به سراغ گیگ 2.0 خواهم رفت، اینترفیس گیگ 2.0 میگم آی پی اد کن 217.218.170.255.255.255.252 و این اینترفیس رو هم نامشات میکنن و در نهایت به سراغ گیگ 1.0 میرم، گیگ 1.0 آی پی اد میکنم 217.218.170.5 رو با سابنت ماسک 255.255.255.252 و این اینترفیس رو هم نامشات میکنم، اگزیت رو میزنم. در قدم بعدی میخوام روتین پروتکل او اس پی اف رو روش ران بکنم، روتر او اس پی اف 1 و میگم که نتورک به عنوان مثال اول این، خب این دات 1 هست، این دات 2 هست، بنابراین میشه 217.218.170.0.0.0.3 روی ایریای 0 هست، اون قسمتی که این ریپرزنت میکنه این دات 5 و این دات 6، بنابراین میشه دات 4 نت 217.218.170.4 وایلدش هم 3 روی ایریای 0 اوکی و در نهایت بایستی این دات 9 هست، این دات 10 هست، میشه دات 8 نت 217.118.170.8 هم با وایل 3 میگم بذار روی ایریای 0. خب روتین پروتکل OSPF هم رو هم روی روتر RC WAN کانفیگ کردم، بنابراین عملا کانفیگ من در بخش زیر ساخت هم تمام شد. خب و در نهایت اجازه بدید که یک availability تست ساده بگیریم. مثلا من از این روتر میام، به عنوان مثال این روتر رو، این مرکز استی رو میگم پین کن 217.218.176 و
ببینم ریکوست آی سی ام پی رو دارم و به عنوان مثال میگم مرکز 217 218 160 که در واقع مرکز پی سی من هست رو هم پینگ بکن و اجازه بدید مثلا این مرکز اس سی رو هم پینگ بکنم و این مرکز پی سی رو پینگ کن 217 218 150 22 مثلا میگم این اینترفیس رو پینگ کن اینم پینگش و پینگ کن 217 218 150 21 که در واقع این اینترفیس از MLS من هست و میبینم اکوی ICMP این رو هم دریافت کردم. بنابراین دیدیم که شبکه دیتای کشور از چه پلیر هایی تشکیل شده بود، در مورد بخش حاکمیت صحبت کردیم که حاکمیت که در واقع لایه کور و دیستریبیوشن هست الان دیگه کامل این قضیه رو میدونید، یعنی این قسمت از سنترهای 1 و 2 من، مراکز SC من، مرکز PC من کامل در اختیار حاکمیت هست و بعد به عنوان کاستومر حاکمیت میاد در واقع یا بهتر بگیم کاستومر شرکت ارتباطات زیر ساخت میاد بخش پرایوت سکتور، بخش خصوصی به عنوان یک ریسلر قرار میگیره که طیف متنوعی از سرویس ها رو هم از اینترنت، دیدیکیتد اینترنت، ADSL، VDSL، P2P، Point to Point، P2MP، Point to Multi Point و خب سرویس های متعارف دیگه رو به من و شما ارائه بده، VPLS و MPLS هم همینطور. و در اینجا ما دو تیپ کاستومر رو پیاده سازی و پیکره بندی کردیم، کاستومر هایی که دارن سرویس XDSL رو از ما دریافت میکنن و کاستومر هایی که به عنوان مثال حتی میتونن کاستومر ها و مشترکین سازمانی و گاورمنتال باشن. دیدید که اینجا این مثلا برنچ یک و برنچ دو دارن ادارات شهرستان یه اداره کل رو ریپرزنت میکنن و هد آفیسش رو هم تحت عنوان HQ اینجا گذاشتیم و یه ارتباط P2MP رو برقرار کردیم و پیکره بندی کردیم. و خب در این ویدیویی که امروز در خدمت شما هم بودیم، اومدیم بخش حاکمیتش رو، بخش TIC رو، بخش شرکت ارتباطات زیر ساخت رو، مراکز PC در این قسمت و این قسمت رو که خودش وقتی بریک داون میشه، بریک پارت میشه، شامل دو تا MLS کور و دیستریبیوشن بود رو کانفیگ کردیم. بعد از اون به سراغ مراکز 1, 2 و 3، سه مرکز SC به عنوان مثال رفتیم و در نهایت ترافیک رو اگریگیت کردیم روی دو تا سنتر 1 و 2 و خب طبیعتاً از اینجا باید ترافیک روت بشه به سمت خارج از کشور و شبکه اینترنت بین الملل و در واقع مرکز ISC. خب دوستان عزیز، تلاش کردم به همه شما عزیزان یه پرسپکتیو کلی از شبکه دیتای کشور داده باشم. امیدوارم که تونسته باشم یک نالش شیرینگ خوبی رو با شما عزیزان در این ویدیو و در این کارگاه آموزشی و در واقع هندل کرده باشم. ممنونم از اینکه با من همراه بودید و بدرود.